سلام دوستان حامد هستم از کانال مستایمر و اینجام تا به زبون ساده مفاهیم فیزیکی رو با مفهوم ریاضیاتش مخلوط کنم و با همدیگه بریم جلو دوستان طبق اون بحث هایی که شده و در برنامه های قبل دیدین داشتیم چیکار کار میکردیم میگفتیم آقا واحد ها میتونن هم تبدیل بشن و شرایط خاصی داشتن که باید با رو اجرا کنید بیاید یه کوچولو دوره کنیم و بعد بریم سراغ توانای سه و توانای دو که میشه حجم و مساحت و اینا بچه یه <تصفح> <تصفح> مثال از بحث قبل نوشتم که حلش کنیم خیلی هم ساده است دیگه امیدوارم دیگه کسی که نگاه کرده برنامه رو راه افتاده باشه و خودش سری و سیر به جواب برسه دوستان 14 کیلوگرم چند میلی گرمه اولین سوال منه 14 کیلوگرم چند میلی گرمه خب این گرم ها دیگه چی ان یکای داده شدن دیگه به اون گرم ها دست نمیزنیم میاییم اون کیلو و این میلی رو با هم بحث میکنیم اما چطور خب بچه چهار ده همو که میشه نوشت چهار زب ده به توان منفی یک درسته؟ چهار به روی ده بود ده از پایین بره بالا میشه ده به توان منفی یک خب اینجا اوکیه بچه کیلو کیلو چی بود؟ بله کیلو داد میزنه میگه من ده به توان سم و زب داره ده به توان سه اوکی؟ گرم، گرم، اینم با یه رنگ دیگه بنیسم گرم، آه، گرم درست؟ تا اینجا چی شد؟ تا اینجا عدد من تبدیل شد به گرم اگه گرم میخواستن تموم شده بود عدد هم یه خورده چیه؟ توانهای ده توشه خوشگلش میکنم ترتمیزش میکنم میگم آقا چهار ضرب در ده به توانه ده به توان منفی یک ده به توان سه ده به توان مثبت دو چی؟ گرم اوکی اما سوال تموم نشده میگفتیم آقا یه میلی اینجا من دارم دیگه میلی گرم خواسته گرم نخواسته که میلی گرم خواسته یه ام خودم پیشش می نویسم میلی گرم میشه دیگه ناکن یه ام با یه رنگ دیگه یه ام خودم پیش این گرم می میشه میلی گرم و اما زیرش هم یه ام باید بنویسم که خونسا کنم کار خودمو درسته؟ این میلی گرم بالا بمونه بشه اون چیزی که سوال خواسته اما این ام که پایین نوشتم میلی که پایین تو مخرجه میگه آقا من میلیم عدد مربوطه ای من ده به توان منفی سه اوکی میگه ما باشه ده به توان منفی سه برو بالا میشه ده به توان مثبت سه پس بچه ها میشه چهار ضرب در ده به توان دو خب این که همین عددی که داشتیمه ضرب در دیگه جا نیست میلی خودش چی بود؟ خود میلی ده به توان منفی سه بود بره بالا ده به توان مثبت سه میشه و اینم مرتب بنویسی میشود چهار ضرب در ده به توان پنج میلی گرم حله مثال بعدی 300 میکرومتر چند کیلومتر میگیم آقا این که متره این هم که متره باش کار نداریم میکرو تو چی میگه میکرو میگه من ده به توان منفی ششم هم انقدر باید کار کنی با اینا که مثلا میکرو زود بگی ده به منفی شش نانو زود بگی ده به توان منفی نوه ترا زود بگی ده به مثبت دوازده باید معنوس باشی با اینا انقدر نگاه کن توی برگه بنویس بذار جیبت یک ساعت نگاه کنی دیگه مطمئنا دیگه این تو حافظت میمونه هرچند که بهتون کد گفتم مثال میکرو رو من گفتم میکرو وقتی مینویسی تو آینه اگر نگاش کنی انگار شیشه پس ده به توان منفی 6 کد اون شد نانو گفتم ناین نانو ناین ناین نه. بعد نانو ده به توان منفی نه. سانتی گفتم دو تا دندون داره ده به توان منفی دو میلی از پایین سه تا دندون داره ده به توان منفی سه اوکی کدم داره پس راحت یاد بگیر به خودت فشار نیار این سی ست چی میشه؟ بله سه تا صد دیگه سه تا ده به توان دو اینم نماد علمی میکنیمش تواندار میکنیم دیگه توان ده ایجاد میکنیم که راحت تر ساده کنیم بله به جای میکرو هم که نوشتیم آقا ده به توان منفی شش اینم ام متر ماست که اینم با یه رنگ دیگه بنویسم متر بله چی شد؟ شد سه زرد دقت کنا ده به توان منفی چهار متر تا اینجا شد سه زب در ده به توان منفی چهار متر اما تموم نشده سال از ما بر حسب کیلومتر خواسته من اون کا اون کیلو رو چیکار کنم میگم آقا خودم یک کیلو می نویسم با یه رنگ دیگه یک کیلو خودم نوشتم شد کیلومتر آقا به همین سادگی میگیم بله فقط یه زیرش هم یه کیلو بنویس کاره خودتو خونسا کن ما حق نداریم که یه عددی رو ضبط در یه چیزی کنیم که چی میشه؟ تغییر ایجاد میشه ما هر کاری میکنیم تقسیمش هم میکنیم که خونسا بشه کارمون اما چه کمکی چه فایده ای داره فایدهش اینه که یه کیلومتر ساخته شد چیزی که ما میخواستیم ساخته شد اما این کاری که تو زیرزمینه تو مخرجه ماست میگه من ده به توان سه بودم میاد بالا میشه ده به توان منفی سه این ده به توان منفی سه مثبت سه بود میاد بالا میشه ده به توان منفی سه پس این سه در ده به توان منفی چهار خودش را می بله این کا کیلو میره بالا ده به توان منفی سه رو ایجاد میکنه و بر حسب چی شد کیلو متر هم شد که ما همون کیلومتر میخواستیم چی شد؟ شد سه زبدر ده به توان منفی هفت کیلومتر این منفی چهار بود این منفی سه بود میشن منفی هفت فکر نکنم سخت باشه یعنی فقط باید شما گوش کنین یاد بگیرین تمرین حل بکنین مطمئن باشید را میافتید هر چقدر ضعیف باشی مطمئن باش میتونی به جواب برسی حالا بیاد در ادامه بریم سراغ حجم و مساحت و ببندیم پر، پرونده این قسمت رو خب پس تا یه برنامه دیگه تا یه مستایمر دیگه خدا نگهدارتون